وقتی که یک رادار یک فرکانس رو ارسال میکنه یا مدار اون فرکانس رو میسازه، طبقه میدان الکترومغناطیسش با طبقات فرکانس های دیگه یا سیستم های سازنده فرکانس دیگه یا تشخیص دهنده فرکانس در جدول میدان الکترومغناطیس ها متفاوته. اون چیزی که خود فرکانس ساخته میشه در رادار، میدان الکترومغناطیس خاص خودشو داره و بازتاب برگشت اون رو اندازه میگیره و شما نمیتونید این میدان بین الکترومغناطیس ساخته شده یه فرکانس رادار که ایکس ویو و خطی مستقل مستقیمه بیاد با میدان اف ام یا میدان مربوط به فرکانس تلویزیون ها یا فرکانس های کوتاه یا ای ام ها یا اینفرایدر ها یکسان کنید. اینا بازتابشون با همدیگه یکی نیست و ارسالشون هم با همدیگه یکی نیست و تشخیصشون هم با همدیگه یکی نیست. پس میدان های الکترومغناطیس در رادارها مخصوص خودشونن و اگه مادون قرمز یا اولتراسونیک رو بر روی رادارها نصب میکنن، تشعشعات الکترومغناطیسی و موج فرکانسی اونا سوار بر موج اصلی ایکس ویو میشه و حرکت میکنه و ایمن دهنده فرکانس اصلیه. پس تواناییش رو افزایش میده و اینجا جریان اصلی اون فرکانس اصلیه که حرکت میکنه که در یابنده هایی که از ویدیو و ترشولد 108 دارن این اتفاق میفته و میتونن فرکانس ها رو ارسال کنن به زمین نفوذ کنه و این نفوذ بنابر جریان جابجایی ذرات و انرژی و نیرو و جابجایی میدان ها یا تمایل میدان ها به جذب و غالب شدن بر همدیگه هستن. این هم در رادارهای هوایی وجود داره، هم در فلزیاب ها، معدنیاب ها، رادارهای زمینی دستی و میدان الکترومغناطیسی رادارها در هر شرایطی وقتی هم که دارای جریان مادون قرمز یا اولتراسونیکه با طبقات دیگه میدان های الکترومغناطیس متفاوته. پس اینجا بحث جذب و نوع میدان ها و باند میدان های الکترومغناطیسی در فرکانس های ساخته شده است یا فرکانس های دریافت شده. مدار اصلی اون سیستم در رادار این کار رو انجام میده و طبقاتشون یکسان نیست، باندهاشون هم یکسان نیست. پس شما رادار رو فلزیاب های یا بنده های رادار های زمینی دستی که از ویدیو و ترشولد 100 تا حجم دارن در بازتاب بعد الان میبینید که طبقه عملکردی اینفرارد ها با رادارها یکی نی در الکترومغناطیس ها، پس تشخیصشون هم یکی نی داره برای تشخیص و بازتاب دریافتی که داره توسط مداره که اندازه گیری میشه. ارسال رادارها حتی بر روی رادارها مادون قرمز و اولتراسونیک نصب شده باشه متفاوته، این باندشون متفاوته. پس نمیتونید بگید این دو دستگاه یه شکلن یه شکل عمل میکنن. فلزات رو در اون بگیرم و طلا رو پنهان شده رو پیدا کنم مثل رادارهان، این توانایی رو دارم و میتونم انواع فلزات در عمق بگیرم، تفکیک کنم، با عدد ویدیو مشخص کنم و اینم قانون جابجایی ذراته. اگه کسی بگه من قانون جابجایی ذرات یا جدول میدان الکترومغناطیس رو قبول ندارم، این دیگه اصلا اومده اصل قضیه رو همه رو حذف کرده. چون وقتی که فرکانس منتشر میشه جاذبه زمین اون رو میگیره، به خصوص فرکانس سیستم هایی که عدد ویدیو و ترشولد 108 چون پایین هستن و باستا